پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه نشست فوق‌العاده‌ای در مورد مسائل امنیتی این کشور برگزار کرد. یکی از نکات مهم این جلسه بررسی موضوع افزایش اختیارات مناطق بود. دولت اوکراین پیشنهاد داده بود همزمان با انتخابات ریاست جمهوری 25 مه، پرسش‌های نیز در مورد افزایش اختیارات استان‌ها مطرح شود. اما آندری سنشنکو معاون رئیس جمهوری اوکراین گفت پیشنهاد دولت اوکراین در مورد برگزاری نوعی همه‌پرسی در مورد این مسئله به بعد موکول شد. نمایندگان مجلس از پیشنهاد دولت پشتیبانی نکردند و دلیل اصلی آنها این بود که چنین طرحی تنها زمانی باید پیشنهاد شود که تفنگ‌ها خاموش شده باشند. رئیس دستگاه امنیتی و وزیر دفاع اوکراین نیز در نشست مجلس حضور داشته و اطمینان دادند که در شرق و جنوب این کشور حمله گسترده نظامی انجام نخواهد شد. والانتین نالیوایشنکو رئیس دستگاه امنیتی اوکراین گفت همه اقدامات با نهایت احتیاط و به منظور جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان انجام می شود. طی چند روز گذشته حدود 30 تن از شبه نظامیان مسلح کشته شدند. کل گروه آنها که نزدیک شهر استویانسک مستقر شده بود متلاشی شد. با این حال یگانهای ویژه ارتش به دلیل حضور غیر نظامیان وارد شهرهای استویانسک و کراماتورسک نشدند. پس از پیوستن شبه جزیره کریمه به فدراسیون روسیه، شماری از شهرهای شرق و جنوب اوکراین نیز خواستار برگزاری همه‌پرسی و دستیابی به استقلال هستند.